الله حمدا لله الله سبحان الله 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 الله حمدا لله اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز برنامه به وقت بیداری از شبکه جهانی هادی تیوی. از اینکه بیننده ما هستین و مهمان خانه های شما هستیم از خداوند منان سپاسگزاریم. مهمان شما عزیزان هستیم از شهر مقدس نجف اشرف، بارگاه ملکوتی حضرت مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. در ماه مبارک رمضان قرار داریم. انشالله که در این ساعات و ایام که ممکن بعضی از عزیزان افطار کرده باشند، بعضی از عزیزان سر سفره افطار باشند، انشالله ما را از دعای خیرتان محروم مفرمایید، برای ما هم دعا بفرمایید. در جلسه امروزمان موضوع بحثمان در رابطه با شرح و تفسیر مختصر آیات الاحکام است، آیات الاحکامی که در رابطه با روزه بیان شده. در خدمت استاد گرامی جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای مطهری هستیم. استاد گرامی سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم و دستم در کاران شبکه خوب هادی تیوی و همچنین این ماه با عظمت، ماه مهمانی خدا را که خداوند به همه ما توفیق داده، یک بار دیگر و یک ماه و سال دیگر شاهد سفره با عظمت معنوی پروردگار عالم باشیم و در کنار مهمان واقعی آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف سر این سفره مهمان الهی باشیم. از خداوند میخواهم که این ماه را به همه ما و همه مؤمن و روزداران نیک و مبارک بگرداند و به همه ما توفیق بدن که بتوانیم از این سفره با برکت الهی در جوار حضرت حجه صلوات الله علیه که مهمان واقعی این سفره آن حضرت هست، بهره کافی و وافی را ببریم و توفیق استفاده کردن و قرائت قرآن، دعا و مناجات و تهذیب و تزکیه نفس را از خدا بخواهیم و انشاءالله به ما عنایت کند و همچنین دعا کنیم برای تعجیل فرج آقای امام زمان صلوات الله علیه که در این ما دعا مستجابه. انشاءالله شاهد ظهور با برکت و با میمنت آن منجی عالم بشریت باشیم. در خدمت شما هستیم. تشکر از شما استاد گرامی. همچون که خدمت دوستان عرض شد، موضوع برنامه در رابطه با شرح و تفسیر آیات الاحکام روزه در ماه مبارک رمضان است که من یک بخش از این آیات رو خدمت دوستان ابتدای برنامه قرائت کردم. استاد گرامی، میشه در رابطه با این آیات مختصر توضیحی بفرمایید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و لعن الدائم و علی اعدائه مجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. خداوند کریم در آیه 183 سوره مبارکه بقره و آیه 184 و 185 در رابطه با روزه که یکی از فروع دین و یکی از مهمترین در واقع دستورات دین مقدس اسلامه صحبت هایی داره و احکام را بیان میکند. اول میفرماید که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ای کسانی که ایمان آوردید، یعنی ایمان به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آوردید و اعتقاد دارید، کتب علیکم الصیام، دستوری داریم. خداوند کریم میفرماید حکمی از طرف من صادر شده که باید روزه بگیرید. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، همونطوری که بر انسانهای قبل از شما
هم نوشته شده. ببینید خود این خطاب پروردگار عالم که اول مؤمنین را مورد خطاب قرار میده هم معنایی داره. یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، یعنی در ادامه ایمان من شما را مفتخر به یک نعمتی میکنم، به یک هدیه میکنم و آن روزه گرفتنه. خب شاید کسی بگن که خب چطور این هدیه است؟ ما در خطبه شعبانی از زبان نبی مکرم اسلام داریم، وقتی حضرت در آستانه ماه رمضان قرار میگیره و خطبه مفصلی را که بینندگان محترم قطعا شنیدن، حضرت میفرماید ایها الناس انه قد اقبل علیکم شهر الله و قد دعیتم ما فیه الى ضیافت الله، که چند این جمله و چند جمله بعدش دلالت بر این میکنه که این ماه یعنی روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان خاصه، مال همه نیست. همونطوری که آیه قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنو، یعنی این ویژگی و این خصوصیت و این دعوت مخصوص مؤمنینه، کسانی که ایمان آوردن. پس به تعبیر دیگر تحمیل یک مسئله سخت نیست، مجازات نیست، تعذیب نیست که شاید بعضی به این دید نگاه بکنه آه ماه رمضان آمد و ما چیکار بکنیم و چقدر سخت میگذره بر ما. خداوند میفرماید اگر بدانید این یک نعمت برای شماست. بعد حضرت نبی مکرم اسلام در ادامه اون خطبه میفرماید که و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، شما در این ماه، در ماه رمضان از اهل کرامت خدا قرار داده شدید، یعنی خدا شما را اکرام کردن، احترام کردن. کرامت در جای استفاده میشه که اون نعمت مخصوص باشه و دیگران نداشته باشه. لذا در قرآن در رابطه با حضرت آدم علیه السلام داریم، در خداوند کریم راجع به بنی آدم میفرماید ولقد کرمنا بنی آدم، من بنی آدم را کرامی داشتم، احترامش کردم. این کرامت مخصوص بنی آدم بوده که مال حیوانات و موجودات دیگر نبوده. فضیلت اونجا یکی نه، موجودات دیگر یا گروه دیگر هم شامله، ولی از این آدم یا از این شخص بهتره. مثل غذا، خداوند کریم در سوره اسراء میفرماید ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. من این بنی آدم را بر خیلی از چیزها فضیلت دادم، برتری دادم. برتری در جای معنا داره که از این نعمت دیگران هم در سطح پایین برخوردار باشه. حیوانات مثلا غذا میخوره، لباس داره، گفتگو داره، ازدواج داره الی آخر. ولی انسان هم در این موارد با حیوانات مشترکه، ولی از انسان زیباتره، بهتره، در سطح بالاتری از ارزش مال انسان بله. هست. دیگران در سطح پایینتری برخوردارن، اما کرامت در جایی که دیگران برخوردار نیست. وقتی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله میفرماید که و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، یعنی دیگران به این نعمت مفتخر نیست، این مال مؤمنین فقط. اینجا هم خداوند کریم از این آیه استفاده میشه وقتی میفرماید یا ایها الذین آمنو، یعنی کسانی که ایمانی به خدا و پیغمبر نداره حق روزه گرفتن نداره، یعنی این نعمت مال اونها نیست. ببینید وقتی میگم حق روزه گرفتن، چون روزه اعمال و آداب داره، تنها نخوردن نیاشامیدن نیست. مراد از روزه همونطوری که انشاءالله در آثار روزه گرفتن بیان خواهیم کرد که چه فلسفه ها و چه اثراتی داره، این اثرات مخصوص مؤمنینه، یعنی دیگران هرگز از این نعمت ها برخوردار نخواهد بود. لذا خداوند کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بعد در رابطه با اینکه آیا روزه در امت های پیشین بوده یا نبوده به همین منوال، این آیه ظاهرش اینه کما کتب علی الذین من قبلکم، این قبل کی؟ آیا همه امت هاست یا نه؟ روایات متعددی وجود داره، یکی از روایات اینه که نه، امت های قبلی به این سبک روزه نداشته، بلکه فقط انبیا روزه داشته به این سبک. ما روایت داریم از امام صادق علیه السلام، حضرت میفرماید این فقط مخصوص امت پیغمبر آخرالزمانه، مخصوص مؤمنینه. بعد یک سوال میکنه از آقای امام صادق علیه السلام که آجان این آیه رو چطور معنا میکنید کما کتب علی الذین من قبلکم؟ حضرت میفرماید فقط انبیا روزه داشتن به این سبکی که دارن روزه میگیریم. بله روزه سکوت بوده که بعضی حرف نمیزدن، مثلا روزه به این معنا نبوده حسب این روایت نه. که به این معنا روزه نداشتن. حالا روزه شاید با کیفیت دیگر، مثل روزه سکوت که راجع به حضرت مریم یا راجع مثلا به حضرت زکریاس وقت از خداوند تبارک و تعالی
اولاد طلب میکنه، خداوند خب ایش دستور میده که چند روز با کسی حرف نزن. بله شاید به معانی دیگری بوده باشه، اما روزه با این کیفیت و این که دارای چنین اثرات بالایی باشه در ادیان، در ادیان دیگر یا در امتهای قبل حسب این روایت نبوده. خب ظاهر اینه به هر حال خداوند کریم میفرماید در این آیه که بر انسانهای قبل از شما روزه واجب شده. حالا مراد از انسانها حسب این روایت آقای امام صادق سلام الله علیه میفرماید که انبیا فقط به این نعمت مفتخر بودند. بعد در آیه بعدی و آیه بعدیش خداوند کریم میفرماید یک بار انسانها نترسه، ایام معدودات، این چند روز فقط شما در طول سال از 12 ماه یک ماه روزه بگیرید، ایام معدودات یعنی 360 روز که در سال وجود داره شما 30 روزش روزه بگیرید، یعنی خیلی زیاد نیست. بعد دوباره خداوند کریم استثناءاتش رو بیان میکنه که نه اینطوریم نیست که بالاخره اول در ذهن شما یک مسئله سخت تداعی کنه که بگیم خیلی مشکله چطور روزه بگیریم، یکی در مریضن، یکی در سفر میرن، مشکلاتی دارن. بعد خداوند میفرماید اولی که تمام سال نیست کتب علیکم و صیام، شما بگین پس تمام سال روزه بگیریم چند روزه، و بعدم این چند روز برای همه نیست. میفرماید فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، اگر کس از شما مریض شد یا در سفر رفت اینها ایام دیگر رو بگیرن، یعنی قضا کنه، همونطوری که به تعبیری که حالا بین همه رایجه و میفهمن این کلام رو قضایشو بگیره بعدن، لازم نیست که آدم های مریض هم روزه بگیره. حتی بالاتر هم اینه که اگه این مریضی ادامه پیدا کنه قضا هم نداره. بعد میفرماید و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، اگر بر کسی که خیلی سخت میگذره نمیتونه روزه بگیره بدل روزه فدیه بده، یا تعبیر کفاره هم آمده، فدیه هم معروفه، یک مطعم به فقیر بده که هم بالاخره به شکرانه این نعمت که در واقع خودش یک نوع سپاسگزاریه، خدایا اگر من نمیتوانم روزه بگیرم، من مریضم، اگه یک مشکلی دیگه ای دارم نمیتونم روزه بگیرم، بر من سخته، به خاطری که از این اجر و پاداش محروم نباشم در این ماه حداقل دست یکی دست بندگان خوبت را میگیرم حسب دستوری تو، که خداوندم در واقع به شکرانه این نعمت ما را دستور میده. ببینید این روایت را خواندم که اینا همه در واقع دلالت بر رحمت خدا و لطف خدا و عنایت خدا میکنه بر انسان که چقدر رحیمه. این روایتی بود ظاهرا از آقای امام باقر سلام الله علیه، میفرماید که اگر خدا به بنده این نعمتی بده و اون بنده شکر نعمت رو نکنه، خدا بادی در دماغ او خلق میکنه که باعث عطسه زدن شوه. همین که عطسه میزنه، خیلی ها مرسوم و معمول که الحمدلله میگه همین عطسه ای که میزنه و الحمدلله میگه، خدا همین رو به عنوان شکر نعمتش قبول میکنه. خدا نعمت میده، طرف شکر نمیکنه، بعد خدا یک باد را خودش خلق میکنه در دماغ انسان که باعث عطسه شوه، وقتی عطسه میزنه الحمدلله میگه، خدا میگه همین رو به عنوان شکر نعمت قبول کرده. یعنی خیلی خود خدا عجیبه. اسباب شکر نعمت برای بنده فراهم میکنه که واقعا یعنی رحمت خدا عجیبه. حالا واقعا بعضیا که اصلا حدسه میکنن الحمدلله هم نمیگن که اونا واقعا کار سختتر میشه. بعد بله بعد خداوند کریم میفرماید فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اگه کسی بالاخره فرمان پروردگار عالم رو اجرا کنه، انجام بده، روزه بگیره، اگه نتونست بالاخره فدیه بده، این براش خیلی خوبه. فمن تطوع خیرا فهو خیر له. بعد میفرماید و ان تصوم خیر لكم، اگه روزه بگیرید برای شما بهتره، یعنی روزه وقت برای شما بهتره، به نفع شماست، به صلاح شماست، یه چیزی توش هست که به درد خود شما میخوره، به درد خود شما میخوره. بله بعد در آیه بعدی خداوند میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این روزه ای که گفتیم شما سرگردان نباشین که یک یا یک بالاخره یک شما ماه رجب روزه بگیرین، یک شعبان، یک رمضان، یک شوال، یک ذوالقعده، نه، خداوند کریم میفرماید این روزه را در ماه رمضان قرار دادیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني چون این ماه ماه نزول قرآن، ماه برکت، ماه رحمت، خداوند میفرماید روزه را هم در همین ماه قرار دادیم. دوباره تکرار میکنه فمن شهد منكم الشهر فليصم، اگه میتونه این ماه رو درک کنه روزه بگیره. بعد میفرماید و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، آدم ها اینجا تکرار میکنه که هم در آیه قبل هم در این آیه که انسان های مسافر و مریض بعدن بگیره، یعنی حرج و حرج زحمتی نیست برای مشکلی کسی. نباشه برای اینا، سخت تمام نشه. بله بعد دوباره خداوند عجیبی در اینجا به تعبیری دیگر حال روحی بندهش رو در نظر گرفته، میفرماید یرید الله بكم اليسر،
خدا خواسته به شما آسان بگیره، آسانی شما رو خواسته. ولا یرید بکم العسر، خداوند تبارک و تعالی عسر و حرج و مشکلات شما رو نمیخواهد. بعد میفرماید ولی تکملوا العده ولی تکبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون، ولی باید قضایش بگیرین تا اینکه این 30 روز کامل شوه، بعد خدا رو تعظیم کنید. ولی تکبروا الله، عظمت خدا را، مجد خدا را، بزرگی خدا را در نظر بگیرین. لعلکم تشکرون، و شاید شکر نعمت را به جا بیارین. اینجا یک نکته دقیق تری وجود داره، ولی تکبر الله یعنی تعظیم خدا واجبه، یعنی خدا روزه را بر شما واجب کرده. بعدش هم باید شما اگر سفر رفتین یا مریض بودین بعدا خوب شدین یا برگشتین حتما روزه بگیرین، که این خودش احترام گذاشتنه، بزرگ شمردن دستور خداست، این قطعیه، یعنی باید این کارو بکنید. لعلکم تشکرون، چون گاه انسان شکر میکنه گاهی نمیکنه، میخواد سپاسگزاریم کردید از این نعمت، ولی اگرم نکردید یه قسمتش رو باید انجام بدید. نحوی وقتی که آدم یک نفری یک شخصیتی آدم به خانه خود دعوت میکنه، بعد آدم مشکلی داره نمیتونه به او دعوتی برسه، خب بعدش معذرت خواهی میکنه دیگه، نیاز به معذرت خواهی داره، به نحوی اشاره داره آیه قرآن به این مثلا. بله، ولی تو کبر الله، که بالاخره اگر که احترام نتوانستید، بله، به احترام دستور خدا و عظمت خدا و مجد خدا اون 30 روز باید تکمیل کنین. حالا که شکرگزاری کردین چی بهتر، لعلکم تشکرون، خدا حال بنده هاش میدونه که اگر بعضی هم شاید شکر نکردن، که متاسفانه گاه انسان به خودش برمیگرده چی بسیاری از نعمت هایی که داریم و قلیل من عبادی شکر به جا نمیاریم. بله، خیلی انسان های شکور کمن در خدمت شما هستم، چون طولانی میشه. خیلی ممنون استاد گرامی، اشاره کردین به شرح و تفسیر آیات. خب وقتی میگین که روزه رو خدا واجب کرده برای خود انسان ها، تمام منافعش مال خود انسان های، کما این که خداوند نه به عبادات ما نیاز داره نه به نماز ما، نه بی نیاز مطلق خداوند، ولی هرچی هست در ماه مبارک رمضان و روزه ماه مبارک رمضان آثار و برکاتش برای خود انسان هاست. خب میشه این آثار و برکات برای ما توضیح بدین، چه آثار و برکاتی بر روزه ماه مبارک رمضان نهفته است که اینقدر خداوند تاکید کرده و اینقدر با عظمت این روزه ماه مبارک رمضان؟ ببینید در رابطه با روزه و عظمت روزه، که یکی از فروع دینه، یعنی یکی از مهمترین برنامه های اسلامه، که ما بعد از آقای امام باقر داریم که اسلام بر 5 بنا شده، یا بر 5 اصل، یا بر 5 ستون، که اول نماز را، بعد صوم روزه گرفتن رو یکی از ستونهایی میدونه که اسلام بر این بنا شده. و تعبیر دیگر اگر دقت کنیم به همین روایت از آقای امام باقر علیه السلام، اگر روزه نباشه در واقع دین ما منهدم میشه، ساختمان دین منهدم میشه. حضرت میفرماید که اسلام بر 5 بنا بنا شده: صوم و صلات و صوم و زکات و حج و ولایت. هم در این روایت خیلی مهمه که ما یکی از ارکان اسلام را نماز شمرده، یکی از ارکان اسلام را روزه، و سومی را زکات، چهارمی را حج، پنجمی را ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت پیغمبر علیهم السلام. وقتی دقت کنیم ببینیم اینا قطعا همین که از ارکانه، پس باید بدانیم که اثرات مهمی تربیتی اجتماعی و اخلاقی داره. لذا ده هم در این آیه به این ارکان به نحوی اشاره شده، به بعضیاش هم در آیات روزه و هم در اون روایت. اونجا یکی از ارکان زکاته، امام باقر میفرماید که زکات هم هست، علی الزکات و الحج و الولایه. اینجا در این آیه میفرماید هر کس نتونست روزه بگیره باید فدیه بده، دست فقرا رو بگیرن. یعنی به یک نحوی به تعبیر دیگر انفاق از ارکانه، از ستونهای اسلامه. و یکی هم روزه. در باره روزه، علاوه بر این که ما تعبدن باید روزه بگیریم، یعنی چون خدا گفته چشم باید روزه بگیریم، اثراتی هم داره روی نفس ما. یکی اثر تربیتی داره روی خود انسان، در رابطه که در واقع وقت خداوند میفرماید لعلکم تتقون، یعنی در پرتوی روزه گرفتن ملکه تقوا در وجود شما زنده میشه، ملکه اجتناب از گناه زنده میشه. چطور؟ وقتی که ما روزه میگیریم از مبتلات یا مفترات روزه باید اجتناب بکنیم، که تشنگی رو تحمل میکنیم، گرسنگی رو تحمل میکنیم، شاید خیلی نیازهای دیگری داشته باشیم، تحمل کنیم، اجتناب کنیم از اینها، این به ما عزم و اراده قوی میده، به تعبیر دیگر تمرینی بر
عزم و اراده قوی که ما بتونیم در گناهان دیگر را همچی امساک کنیم. یکی از آثار و برکات روزه روی نفس انسان همینه که انسان را در مقابل خواهش های نفسانی استوار میکنه، بیدار میکنه، مبارز میسازه، انسان قوی و قهرمان. لذا انسان ها در اثر روزه گرفتن میتونه که روی نفسش، روی هوای نفس، خواسته های نفسانی مهارت پیدا کنه. لذا بعض مؤمنین بودن علاوه بر ماه مبارک رمضان و بعضا طول سال، حالا بعضا چند ماه، بعضا چندین روز بالاخره در سال سعی میکردن روزه بگیرن و این باعث میشه که ملکه تقوا در وجود انسان احیا بشه. چرا؟ چون انسان ها به وسیله کمخوری حسب روایات و چیز کمتر بیاشامه باعث میشه که خدمت شما عرض بشه از حالت حیوانی یا اون بعد حیوانش کم کم فاصله بگیره، بعد به بعد ملکوت یا اون بعد روحانیش نزدیکتر شوه. لذا در ماه رمضان چون انسان گرسنه به زیاد شکمش پر نیست یا تشنه، حال عبادت داره، حال عشق داره، حال دعا خواندن داره، حال قرآن خواندن داره. اینا چون خودش از امورات روحانی و ملکوتیه، این که انسان نمیخوره، نمیاشه، اما سعی میکنه خودش رو کنترل کنه، این باعث میشه انسان را به این ملکه تقوا، به اون بعد روحانی انسان چی نزدیکتر کنه و برسانه. و روایت از حضرت امیر سلام الله علیهم داریم که از اثرات دیگرش اینه که شیطان از انسان دور میکنه. حضرت میفرماید از سومو یسود وجهه، روزه صورت شیطان را سیاه میکنه، این شیطان ناراحت میشه، صورت سیاه میشه. و صدقه تو تکسر و ظهره، صدقه بدیم پشت شیطان میشکنه. و الحب فی الله و المواظبه تو علی العمل الصالح یقطع دابره، دنباله شیطان قطع میکنه. کسی که برای خدا دوست داشته باشه، برای خدا بغض داشته باشه، برای خدا ارتباط و مواظبت داشته باشه. و الاستغفار رو یقطع و تینه، استغفار رگ قلب او رو میبره. پس یکی از چیزهایی که از اثرات تربیتی روزه روی نفس انسان اینه که شیطان از انسان دور میسازه. یسود وجهه، حضرت امیر میفرماید که شیطان بر اثر روزه گرفتن یک مؤمن صورتش سیاه میشه. وقتی صورت سیاه شد از انسان، چون هی انسان روزه میگیره، یک دفاعی در مقابل شیطان و یک اسلحه‌ای در مقابل شیطان داره و اینم باعث میشه که چی؟ شیطان از او فاصله بگیره، از او دور بشه. و این از اثرات روزه. و روایت دیگر هم از حضرت امیر داریم که خداوند تبارک و تعالی روزه رو واجب کرده تا مردم رو، اخلاص مردم رو امتحان کنه، که مردم بتوانن خودشان رو خالص کنه، اعمالشان برای رضای خدا خالص کنه. که روایت دیگری هم برای این چی بیان شده که روزه چی اثرات و برکاتی در زندگی انسان داره. و آخرین روایت هم که عرض کنم از میفرماید از صوم جنت من النار، از اثراتش اینه که روزه انسان از آتش جهنم دور میکنه، یعنی سپر است در مقابل آتش جهنم. این اثراتی است که اینا هر کدام از این روایت نیاز به توضیحاتی داره که انشاءالله در خدمت شما هستیم. تشکر استاد گرامی. استفاده کردم تا اینجا از بیانات استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مطهری. عزیزان بیننده با ما باشین، بعد از یه میان برنامه کوتاه دوباره در خدمت شما عزیزان هستیم. خداوندا، خداوندا یاریم کن که روزه و شب زنده داریم، در این با مقبول درگاهت واقع شود. ای معبود جهانیان، یاریم کن تا از خواب غفلت بیدار شوم و گناهانم را بر من ببخش. تشنه‌ام، تشنه دریای رحمت الهی، با جسمی گناهکار خود را به ساحل این دریا رساندم تا در آبش تطهیر کنم. سهمم از این ما همین اعمال است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز. در خدمت استاد گرامی هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مطهری. بحث ما حول محور آیات احکام روزه می باشد که شرح و تفسیر آیات احکامی که
در ماه مبارک رمضان بیان شده، احکام این ماه مبارک و روزه در این ماه مبارک برای ما با شما توضیح میدنشون. استاد گرامی بیان فرمودین اثرات و برکات ماه مبارک رمضان. خب به صورت اجمالی میشه گفت که آثار فردی و اجتماعی و تربیتی داشت ماه مبارک رمضان، این مسائل بیان نمودین. چرا ماه مبارک رمضان، چرا در بقیه ماها روز واجب نشد؟ خب خدا من همچنان که خود شما گفتین میتونستن در ماه مبارک شعبان، ماه با عظمتیه، حتی ماه مبارک رجب و بقیه ماهای الهی، چطور شده که ماه مبارک رمضان چه ویژگی داشته؟ یعنی چطور شده که ماه مبارک رمضان صاحب خاصیت شده که خداوند توفیق وجوب روزه رو در ماه مبارک رمضان قرار داده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله، هر ساعات و ایام و ماه‌های اینا مال خداست که بالاخره انسان میتونه خدا رو عبادت کنه، چه در ماه شعبان، در ماه رمضان، در ماه‌های دیگر. اما این که چرا روزه در این ماه قرار داده شده، خداوند برای ایام و ساعات و لیالی و ماه‌های اینا یک سری ویژگی‌ها و خصوصیاتی قرار داده. مثلا در رابطه با روز قدیر میگه کسی اطعام کنه، مثلا از باب مثال میگیم، روایت داریم که 1,000,000 پیغمبر رو اطعام کرده، ولی روزی دیگر این ویژگی رو نداره. یا شب قدر خداوند کریم میفرماید بهتر از 1,000 ماهه، یعنی شب دیگری چنین خصوصیت ویژگی رو نداره. پس خداوند تبارک و تعالی یک سری ویژگی ها و خصوصیاتی در ماه ها قرار داده که از بین ماه ها سید ماه ها، افضل ماه ها، ماه مبارک رمضان. همونطوری که در خطبه شعبانی نبی مکرم اسلام میفرماید که ماه رمضان بهترین ماه هاست، ساعتش، لیالیش، ایامش بهترین لیالی، ساعتش بهترین ساعت، ایامش بهترین ایام. و خداوند هم خواسته این نعمت یا این در واقع هدیه بزرگش را یا این اکرامش را که برای مؤمن قرار داده در همین ماه قرار بده تا مؤمنین در واقع بهره بیشتری ببره و استفاده بیشتری بکنن. و ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن که خود قرآن خیر، برکت، نور. خداوند خواسته که در واقع نورون علی نور شود، یعنی به تعبیر دیگر خداوند تبارک و تعالی اسباب رشد و کمال و ضیافت را از هر جهت به بهترین وجه قرار داده. مثل کسی مهمان رو دعوت کنه، یک بار از نظر مکانی فرض کنید در یک جای بسیار سرسبز و زیبا، در یک پارک یا در یک ویلای خیلی مرتبی، ولی غذای اونچنانی درست نداره، یا با نه غذا و از نظر زمان و از نظر مکان اینا همه را مساعد میکنه. خداوند در واقع این کار کرده. روزه که بهترین نعمت و یک از مهمترین هدیه الهی برای بندگان و برای مؤمنینه، در ماه مبارک رمضان با این عظمت چی قرار داده که ماهای دیگر چنین ویژگی رو نداره. ما روایت زیادی داریم، نه ماه شعبان، نه ماه رجب، نه ماه جمادی، نه ماه ربیع، این فقط به ماه مبارک رمضان خدا اختصاص داره تا در واقع انعامش را، رحمتش را، برکاتش را در این ما بر مؤمنین کامل کنه. ماهی که اعمال قبول شده یه. شهر فیه دعیتم الى ضیافت الله، بعد و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. بعد می‌فرمایند دعای شما در این ماه قبوله، خواب شما عبادته، نفس کشیدن های شما تسبیحه. یعنی خداوند تبارک و تعالی تمامی اسباب پذیرایی از هر جهت در این ماه آماده کرده که و روزم یکی از اون نعمت‌ها، یکی از اون اسباب پذیرایی است و اسباب ضیافت هم در همین ماه قرار داده تا برای بنده ها تکمیل باشه، سرچه سفره کاملا درست جامعه. به نحوی میشه گفت که ظرف تا آماده نباشه، ظرف وجودی نیاز مثلا یک مهمانی به این وسعت و به این اندازه و به این با اون عظمت و شکوه نیاز به یک بله. فضای مناسبی داره که بقیه ماها ظرفیت این چنچی نداره. فضای مناسب در تخته باید جور در بیای دیگه به نحوی دیگه. خیلی ممنون استاد گرامی. خب ماه مبارک رمضان، ماه خب بالاخره هرچی نباشه اشخاص روزه میگیرن در این ماه، باید گشنگی بکشن، خب خیلی هم کارگرن، مشکلات و سختی هایی داره. بالاخره ماه مبارک رمضان ما به نحوی برای یک عده‌ای تصور میشه که یک ماه سختیه. از طرفی شما فرمودین که اسلام، مبارک اسلام
دین سهولت و آسونگیریه. چطور سهولت و آسونگیری رو در ماه مبارک رمضان ما تفسیر کنیم، بیان کنیم که ماه مبارک رمضان که روزه برگردن واجب شده، این روزه برای ما سهولته، یعنی سهولت زاست، یا که مشقتی برای ما نداره؟ هر شد که ببینید، نه که مشقت نداره روزه، شاید سختی های داشته باش، از باب که بهترین عبادت سختترین عبادته، افضل عبادت احمزوها. این که سهولت در این آیه بیان میکنه، مراد این که من تصور نشه که حالا روزه که واجب شده برای انسانهای مریض هست، برای انسانهای ضعیف هست، برای انسانهای کوچک هست، برای انسانهای مسافر هست، برای انسانهایی که حالا به هر حال توانایی نداره هست. نه، خداوند میفرماید من این حکم را چون مصلحت بندگانم در این برنامه در روزه وجود داره، به تعبیر دیگر یکی از مهمترین اسباب ضیافت الهی و پذیرایی الهی از بندگان هست وجود داره، ولی خب کسی نباید محروم بمانه. حالا کسی نتونست در اون ماه بگیره، مشقتی نیست، مثلا خب باید ماه دیگه ای بگیره. یا کسی مریض گرفته نمیتونه، خب نباید این مشقت تحمل کنه که حتما باید بگیرن مشقت مریضی را، بالاخره ضعف را، مشکلات تحمل کنه، باید بگیره. نه، لازم نیست بگیره، در ماه دیگری بگیره. میگه ما خواستیم که از این مسئله همه بهره ببره، از این نعمت همه بهره مند شوه، از این سفره همه بالاخره سیراب و سیر باید بگرده. ولی اگر زمانش از نظر زمان برایش زمینه مساعد نبود، به خاطر مریضی، به خاطر ضعف، مشکلات دیگری وجود داشت، مسافر بود، اینا در یک ایام دیگری، فعدت من ایام اخر، همون مقدار روزه در ایام دیگری چی قضا بکنه. این اثرات هم دارن که بالاخره اثرات شما اشارات کردیم، و یک از اثراتی که مانده و میخوایم خدمت شما عرض کنم در اثرات اجتماعی بود، اثرات در درمانی روزه است که ان شاء الله ما بیان میکنم. روایتی از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله هست که این روایت رو من خدمت بینندگان محترم بیان کنم در رابطه با کسی که در این ماه روزه میگیره. لذا نبی مکرم اسلام میفرماید ان للجنت بابا یدعى الریان، در بهشت دروازه‌ای که به نام باب الریان نامیده میشه. لا يدخل فيها الا صائمون، کسی از این در وارد نمیشه مگر کسی که روزه گرفته باشه، یا روزه‌گیرها یا روزه‌داران به تعبیر دیگر. ریان یعنی سیراب، میگه چون روز قیامت روز عطشه، روز سختی هاست، روز مشقت حسب آیات قرآن، در اون روز انسان ها شدیداً تشنه میشه، تشنه ای که عجیبه، ما نمیدانیم، انسان نمیتوند مشکلات قیامت تصور کنه. لذا میگه دروازه وجود داره به نام دروازه سیراب، یعنی ریان آن سیراب. میگه اینا میرن از اون دروازه چنان سیراب میشه که دیگه هیچ وقت تشنه نمیشه. این از برکت تحمل تشنگی در ماه مبارک رمضان. به تعبیر دیگر اینطوری بگیم که انسان ها در دنیا مثل کسبکاران در بازاره که روز باید بره کار کنه تا بیایه شب در خانهش راحت تر زندگی کنه. به تعبیر دیگر بازار جای خوشگذرانی نیست، بازار جای عیاشی نیست، بازار جای کاره، جای تحمل مشقته، تحمل تشنگیه، تحمل سنگینی هاست، بارهای سنگینه، تحمل بیخوابی هاست تا انسان بیه در خانهش راحت زندگی کنه. از آنجایی که دنیا را خدا چه تو روایت به بازار مثال زده، نه دنیا سوخون، خانه ما آخرته. تو روایات دیگر هم داریم که اصلا ما خلق شدیم برای آخرت، ما خلق شدیم برای اونجا، راحتی هم اونجاست. لذا اگر در دنیا ما مشکلات رو متقبل و متحمل میشیم، روزه میگیریم، نماز میخوانیم، مشکلات دیگر رو حج میریم، بالاخره خیلی از خواهش های نفسانی رو باید بزنیم و برای اتیان امر پروردگار عالم زحمت میکشیم، مثل همون کارگری در بازاره که باید زحمت بکشیم. این کارگر هر که در بازار یا در روز در میدان کار بره کار کنه، زحمت بکشه، تلاش کنه، در خانش راحت تره. خدا هم همینو گفته که برید کار کنید در بازار دنیا برای خودتون، وقتی در قیامت میخواین وارد بشین در صحرای قیامت، اونجا راحت باشین. لذا در دنیا الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل، امروز روز کار، فقط روز تلاش. هر کی تلاش بیشتر داشت، زحمت بیشتر داشت، اونا دخل بیشتری داره، ذخیره بیشتری داره، سرمایه بیشتری داره، زندگی خوبتر و مرفه تری داره. نفس همین قضیه در آخرت، در آخرت هم هر کی در دنیا زحمت میکشه، نماز میخونه، روزه میگیره، مشقت ها رو تحمل میکنه، اینا در آخرت راحت تر از دیگرا زندگی میکنه.
ولی هر چی انسان در بازار عیاشی کنه، هر چی در بیاره کاری کار نکنه یا کار کنه، همه رو مصرف کنه در روز، وقتی خانش برگرده دستش خالیه. انسان های در دنیا هم اینطوریه که روزه نگیره، نماز نخونه، اینا دستشون چیه؟ خالیه. و اثراتی داره که اثرات اجتماعی درمان ان شاء الله در خدمت شما هستیم. قبل از بیان این سال بعدیمون، ضمن همین سال اولمون، یک عده از عزیزان گذشتگان، مخصوصا پدران و مادرهای که کمک سن و سالی ازشان گذشته، چنین تصور میکنن، یعنی میگن اگه من مریض باشم روزه نگیرم که انهو یک گناهی مرتکب شدم، یا طرف ماه مبارک رمضان رفته مسافر شده روزه میگیره در ماه مبارک رمضان، در صورت که مسافره و روزه برگردنش واجبه، که انهو تصور میکنه که این یک گناهی، اگه من روزه نگیرم یک گناهی مرتکب شدم. یک نصیحت بین عزیزان داشته باشین که در رابطه با این مسئله روزه، که شخصی مریضه و شخصی که مسافره، این قانونشه که نباید این کار بکنه و روزه بگیره. یک توضیح داشته باشین. ببینید، خداوند کریم دو بار این تکرار میکنه که فمن کان منکم مریضن به این مضمون او على سفرین فعدت من ایام اخر، یعنی در واقع جواب همین هایی که تصور کنه که اگر روزه رو بخورین در ماه رمضان مشکل داره، این بنده معنایش اینه که هرچی مولا بگه بگه چشم، این حتی روزه بگیرن حرامن، خصوصا کسایی که مریضه، نه تنها ثواب نمیشه، کار حرام انجام میده، گناه هم کرده، گناه کرد به خاطر از که خوب سری های قرآنی نیاز به تحلیل و تفسیر هم نیست، هر کس مریضه بعدن بگیره، وی امر خداست. فمن کان منکم مریضا او علی فعده من ایام اخر. خب این اصلا خودش اوج بندگیه به تعبیر دیگر. اگر آدم بخواد که خدا در واقع اینطوری میگه، وقتی من میگم روزه بگیر در اوامرم هم گوش بدی، در نواهیم گوش بدی، وقتی مریضی گفتم نگیر، توجه داری؟ نه تنها گناه نیست بلکه خودش ثواب داره، چی بسا اگر روزه گرفتیم گناهه. بله، دستور خدا رو اگر روزه گرفتیم گناهه. خدا دوست داره که بندهش مطیع باشه، مثلا این چشم گفتن که انسان ذره ای چون چرا نکنه، به تعبیر دیگر از پیش خودش تحلیل نکنه، خصوصا احکام دین را که بیه با تحلیل ذهنی تصمیم بگیره که روزه خوبه، یا مثلا فرض کنین همونطوری که بعضی مشکلات در بین مذاهب اسلامی همینطوری به وجود آمد، دین رو تحلیل کردن، چیزایی در دین به وجود آمد، در حالی که اگر کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله همونطوری که پیغمبر به عنوان پیام رسان الهی، به عنوان سفیر خدا در بین مردم همه را اونطوری بیان کردن، مردم بدون دخل و تصرف به جامعه میرساندن، هیچ مشکلی در امروز این اختلاف در بین جامعه اسلامی نبودن، لذا آمدن تحلیل کردن، بالاخره از با ذهن قاصر خودشون چیزهایی تراشیدن، از مذاهبی به وجود آمد، مشاکلی به وجود آمد، اختلافاتی به وجود آمد. الان هم در این موارد هم کسانی که مریضن، کسانی که در سفرن، در سفر روزه گرفتن جایز نیست، اصلا نمیشه روزه بگیره، وقتی خدا میگه نگیرین میگه چشم، چون خدا گفته. ولی ما از نظر ما بگیم روزه بگیریم خوبه، بله گفتن کسانی که توانایی داره فقط به احترام ماه رمضان امساک کنه، آدمای مسافر، نه مریض، مریض که به خاطری که باید یک چیزی بخوره که حالش خراب نشه دیگه، آدمای مسافر اگر چی به خاطر خدا فقط امساک کنه، نیتی روزه جایز نیست، حرامه، نمیتونه روزه بگیره، فقط به خاطری که همه مؤمنین روزه داره، ما در ماه رمضان فقط از خوردن آشامیدن پرهیز میکنم، اونم بدون نیتی چی؟ روزه. بله. ولی این غیر از اینه که انسان بالاخره بره روزه بگیره و مثلا چی؟ نه، خصوصا برای آدمای مریض، ولی بعضی پیرمردا پیرزنای مؤمن هستن که اینا، البته با گاهی حرفم چی نمیشه دیگه، کسی بنده خدایی بود، پیرمردی بود، هفت شاید الان 90 سال سنش هم تا 90 هم بیشتر، حال قبل چند سال که دیدم 90 سال روزه میگفتم با شما واجب نیست روزه، و تمام عمر روزه گرفتم، تا ای آخری که پایم لبی گوره میخوایی که روزه رو ترک کنم، مرد میخوایی به تعبیر دیگه از دین گمراه کنین؟ خب نه، اینطوری نیست، خدا وقت میفرماید نگیری نگیری، این بهتره، این خودش بندگی. بله، ممنون استاد گرامی. آثار فردی و اجتماعی رو بیان کردین. خب روزه هرچی نباشه یکی از احکام دین مبین اسلامه و خداوند بهش تأکید کرده، و هر چیزی که خداوند بر او تأکید داره صاحب اثره، که شما بعضی از آثارش رو گفتین، فردی و اجتماعی رو بیان کردین. آیا در امور سلامتی جسمانی هم میشه گفت که روزه زا اثره، یعنی میشه اثر داره و میتونه اثر برش مترتب بشه و باعث سلامتی انسان ها بشه، در صورتی ظاهرش یه که آدم
گشنگی میکشه و باعث میشه شاید مریض بشه، ضعیف بشه. آیا غیر از این اثر درمانی هم داره روزه؟ ما روایتی داریم که غیر از تب، تب دیگه همه مریضی ها برگشت و افراط و تفریط در غذای در خوردن، پرخوری و کمخوری. ولی از شما میدنید امسال خیلی، امسال میگم در این ایام خیلی ها که میرن دکتر به یک نحوی دکتر اینا من میکنه، یا فشار داره، یا مشکل معده داره، یا مشکل، همه اینا برگشته به یک چیز زیاد خورده این بار که طرف افراط و تفریط کردن. لذا ما در روایت دم داریم که میفرماید صوم و تصح، روزه بگیرید تا صحتمند شوید. باعث میشه که نظر طبی میره ثابت شده که بدن انسان، معده انسان نیاز به استراحتی داره، کن انرژی های فاسد در اثر گرسنگی و تشنگی و فعالیت ها میسوزه، از بین میره، بدن پاک میشه، تمیز میشه اینا. و امروز هم اطباء قطعا به یک نحوی در واقع امساک درمانی یا پرهیز به تعبیر سادهش میبینیم خیلی ها از خیلی چیزها چی؟ من میکنن که نباید بخورن، رژیم غذایی بگیرن. در واقع تمام احکام الهی، تمام احکام بدون استثناء هم آثار اجتماعی داره، هم آثار فردی داره، هم آثار صحی داره روی بدن انسان. و چیزی که آثار مخربی روی یک از این سه جهت داشته باشه در اسلام وجود نداره. به تعبیر دیگر خدا هیچ وقت در چیزهای حرام شفا قرار نمیدن. لذا حتی الان هستن گاهن بعضی مواردی که میگن برای طرف، برای مریض خمر تجویز کرده. اینطوری نیست. شاید این بودش را بالاخره که فایده ای داره در نظر گرفته، ولی اثر مخربش خیلی بیشتر از این. همونطوری قرآن میگه در سه مرحله خدا خمر را حرام کرده، شراب را در سه مرحله حرام کرده، که آخرش میگه که انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، دوری کنید. منظور اینه که در روزه یا همین امساک یکی از راه‌های سلامتی بدنه، چون در روایت دیگری داریم که معده خانه درد هاست و با امساک این درد ها از بین میره و با امساک درمان میشه. از اثر بعدی روزه اثر اجتماعی آنه، که در اثر اجتماعی خیلی مهم، اثرات خیلی مهمی داره. ما در یک روایت داریم از آقای امام صادق علیه السلام، حضرت میفرماید در رابطه با یکی خدا شر روزه رو واجب کرده، میفرماید انما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير، خدا روزه رو واجب کرده تا غنی و فقیر مساوی باشد. یعنی این آدم فقیر که نمیتونه دستش به جایی برسه غذا بخوره، غنی هم باید درد ای رو بکشه، درد گشنگی رو بکشه، حال فقیر هم درک کنه. واقعا اگر در دنیای امروز، اگر کشورهای ثروتمند، انسانهای ثروتمند، تجار چند روز گرسنه بخوابن، چند روز امساک کنن، سرپناهی نداشته باشن، یعنی فقر به این وضعیت در جامعه بیداد نمی کنه. قطعا اون بعدی، ولی اون عاطفیش، معنی برم سر جای خودش بگذاریم، بعدی عاطفی و ظاهریه که بالاخره حتی در حیوانات هم وجود داره تحریک میشه و حال یک فقیر رو درک میکنه، حال یک مریض درک میکنه، به اندازه توان دستش میگیره. هستن خیلی از مؤمنین، خیلی از انسانها امروز دست انسانها رو میگیرن، ولی خب به اندازه کافی وجود نداره. و خداوند تبارک و تعالی روزه رو واجب کرده بنا به کلام آقای امام صادق علیه السلام تا حال فقیر و غنی مساوی شه. و ذالک ان الغنی لم یکن لیجد مس الجوع فیرحم الفقیر، چون غنی هیچ وقت حالتی نداشته که از نظر گرسنگی حال فقیر رو درک بکنه. بعد میفرماید لان الغنی کلما اراد شیئا قدر عليه، هر وقت که چیزی خواسته آماده بوده براش. بله، فاراد الله تعالی ان یسوی بین خلقه، خداوند با روزه گرفتن خواسته که یک حالت تساوی بین مردم یا اعتدال بین مردم ایجاد کنه. و ان یذیق الغنی مس الجوع والالم لیرق علی الضعیف و یرحم الجائع، می خداوند تبارک و تعالی روزه رو واجب کرده تا بچشاند بر غنی طعم گرسنگی را و دردی گرسنگی را، درد داره. بعد لیرق علی الضعیف، تا این غنی بر فقیر رقت کنه، دلش بسوزه به تعبیر دیگر، حالش درک کنه. و یرحم علی الجائع، و گرسنه ها را چی؟ رحم کنه بر اونها. و امروز حقیقتا اینطوری است، گاهی انسان حقیقتا میشنه و میمونه همسایه انسان در کنارش گرسنه میمونن، از همدیگر خبر ندارن. یکی از آثار تربیتی
هم روی نفس انسان من هم در اجتماع همینه که انسان از حال مؤمنین با خبر بشه. اثر تربیتش اینه که انسان اون بعد معنویش رشد میکنه، بعد انسانیش در واقع بیدار میشه، از خواب غفلت میپره. اثر اجتماعیش هم همینه که حال فقرا رو درک میکنن، حال مستمندان درک میکنن، حال یتیمان و بیوزنان درک میکنن که در این ایام ضعف خانی مثلا در ماه رمضان نداره که برن غذای بگیرن، بالاخره گوشت بگیرن، برنج بگیرن، غذای شاید چی بسا قطعا آدمایی داریم که شاید در همین ایام گرسنه روزه بگیرن و با آب افطار کنن که گاهی گفتنش در واقع روی قلب انسان سنگینی میکنه، انسان تصور بکنه. لذا خداوند روزه رو واجب کرده و این یک نعمت است که برای هر کس هم این توفیق پیدا نمیشه که این کار بکنه. روزه آدابی داره. این آخرین کلمات عرض کنم به این معنی نیست که انسان چنان بخوره شکم سیر که تا نزدیک ظهر بالاخره حالش حال نشستن درست نداشته باشه که طرف روزه میگیره غذاهای مختلف اینا، نه این اشتباهه. روزه به معنای اینه که انسان روحش رو سیراب کنه، روحش رو سیر کنه از غذای معنوی و اون با چشیدن گرسنگی و تشنگی روح انسان سیراب میشه، روح انسان سیر میشه. به تعبیر دیگر اینه که خدا اینجا امساک کرده، اصلا این ضیافت ضیافت معنویه نه ضیافت ظاهری. این مهمانی مهمانی روحانیه نه مهمانی جسمانی. اگه مهمانی جسمانی بودی باید سفره پهن غذا میخوردیم. خدا میگه در اینجا از عالم حیوانیت خبری نیست، به تعبیر دیگر یا از بعد حیوانی انسان خبری نیست، باید بعد روحانی شما بالا بره تا سنخیت شما با انبیای الهی، با اولیای الهی، با مؤمنین بیشتر بشه و اون در اثر تشنگی کشیدن و گرسنگی کشیدن که شما میتوانید رشد کنید و به تکامل برسید. در حول این ما روایات زیادی داریم که حالا شاید مجالی نباشه که در خدمت شما باشه. از سپاس و امتنان ویژه داریم، انشاءالله که خداوند به شما توفیق بده مستر خدمتین، انشاءالله توفیقات مزید در این ماه و باقی ایام حیاتتون. بینندگان عزیز، انشاءالله که در این ایام و ساعات، در این ماه مبارک و با فضیلت، تا بتوانین به دستور فرامین الهی عمل کنیم. بیاناتی که استاد گرامی یا جای مطهری فرموده بودن، بتونیم حال فقرا را درک کنیم، فقرایی که این روزا شاید چیزی برای خوردن نداشته باشن. انشاءالله که خدا به ما همه ما و شما توفیق بده که مستر خدمت باشیم و بتونیم اسلام ناب محمدی و مذهب تشیع را آنچنان که هست و زیبا هست برای مردم به زیبایی نشون بدیم. و همچنین در این ایام ساعت با برکت دعا میکنیم که هرچه زودتر ظهور و فرج آقا و سرورمان آقا صاحب العصر و زمان هم معجل بشه به حق این ایام و ساعت، به حق این عزیزی که در این ماه به شهادت رسید، که این چند روز آینده اسباب یعنی ایام شهادت آقا امیرالمومنین میشه و ما از جمله شیعیان و پیروان واقعی اون حضرت باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا درود دیگر، بدرود.